حالتون خوبه؟ عیدتون مبارک. انشاءالله سال خوبی داشته باشین. عیدم خوش گذشته باشه. مدرسه میرید مراقب باشین. ماسک حتما بزنید. در و پنجره رو باز کنید. نمیدونم خیلی مراقب باشین دیگه. خیلی مراقب باشین. اصلا نخوام. ممنون. مرسی حسام جان. میخواییم در مورد فصل 12 ادامهش رو بریم. قبل از عید چیزهایی که گفتم رو بهتون بگم، یه مرور کنیم. فصل 12 در مورد سفره سلامت بود. سفره سلامت یعنی اینکه چه غذایی مصرف کنیم تا سالم بمونیم. غذاها رو اومدیم تقسیم بندی کردیم، گفتیم غذاهای مغذی. رنگ رو عوض کنم که دیده بشه توی فیلم. به 6 دسته تقسیمشون کردیم. 1 گفتیم کربوهیدرات ها، 2 چربی یا لیپید، 3 پروتئین که گفتیم این 3 تا انرژی هم تولید میکنن. 3 تای بعدی دیگه انرژی تولید نمیکنن، مواد معدنی، ولی نبودشون خیلی بیماری ها ایجاد میکنه. ویتامین و آب. در مورد کربوهیدرات ها گفتیم ما 2 نوع کربوهیدرات داریم. پاورپوینت اومد، بزن بره جلو. صفحه اولش کامل بیا، صفحه دوم درس که بچه ها ببینن. غذا هم که تعریف کردیم، هر چیزی که انرژی و ماده مورد نیازمون تامین کنه. این تعریف غذا بود. غذا یه سری کارا انجام میده برای ترمیم بافتار، رشد بدن، خیلی چیزا دیگه. اینم که همون چند تایی که تقسیم بندی شده است، عکس میخوایم بگیرید بگیرید. کربوهیدرات ها 2 نوع بودن، ساده و مرکب. ساده مثل گلوکوز با فرمول 3-6-8-12-6 و مرکب ها مثل سلولوز و نشاسته و گلیکوژن. حتی گلیکوژن همون نشاسته حیوانیه، نشاسته گیاهیشه، گلیکوژن حیوانیشه. بعد اینا رو مقایسه کردیم و گفتیم براتون که الان دارید صفحه اول رو میبینید، عکس گرفتید. اون هرم غذاییه، میگه که هرچی ما مواد مختلفی رو مصرف کنیم برای سلامتمون بهتره تا اینکه یک نوع غذا بخوریم. برو صفحه دوم. بچه ها عکس گرفتن احتمالاً. تو صفحه دوم حالا در مورد کربوهیدرات ها داره صحبت میکنه. بزن بره جلو همینجوری دونه دونه، چون اینا رو قبلا گفتیم. کربوهیدرات از 3 تا عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن حتما تشکیل شدن. بعد انواع کربوهیدرات ها، قندهای ساده مثل بهش میگیم مونوساکارید ها که گلوکوز و فروکتوز و گالاکتوز هستش. بعد دیساکارید ها که 2 قندی ان. اینو یادم رفت الان بگم. دیساکارید ها یعنی 2 تا گلوکوز مثلا با هم میچسبن، مثل ساکاراز که گلوکوز با فروکتوز چسبیده، لاکتوز که گلوکوز با گالاکتوز. همینجوری به ترتیب اینا پیشرفته باشه. دوست داشتین یاد بگیرید، یه روزی به درتون میخوره. اگرم نه کم در حد کتاب، یعنی همین که اینجا نوشتم. بعد عکساش هم که میبینید که ما سیب زمینی میشه نشاسته گیاهی، گلیکوژن میشه نشاسته جانوری که تو کبده ذخیره میشه. بعد گیاهان تو تمام دیواره سلولای گیاهی ما سلولوز داریم، همون دیواره سلولی یا یاخته‌ای بهش میگفتن. بعدش هم کیتین روی بدن بعضی از حیوانات مثل حشراتمون هم میتونه کربوهیدرات باشه، اینو قند باشه، حتی پروتئین هم هستش. بریم صفحه بعدش. عکس میخوام بگیریم بگیرید بچه ها، عکس بگیرید بعدش من هم صفحه بعد. بریم صفحه بعد. خودتون هم میتونید بزرگ کنید. آره خودتون میتونید بزرگ کنید، عکس خوبی باشه. آفرین. رامینا داره مینویسه. پی دی افش فرستادن. خب براتون پس دیگه نمیخواد. خیلی خب برو صفحه بعدی. تا شما صفحه بعدو میزنی ببینیم سراغ لیپید ها. لیپید ها یا چربی ها چند نوع بودن؟ ما چربی ها، البته چربی کمش خیلی لازمه چون از بدن محافظت میکنه. بعد اون دیواره سلولامون همشون باید لیپید داشته باشن، چون در واقع سرما و ضربه باید مقاوم باشن دیگه.
پس چربی کمش لازمه، اما زیادش میتونه خطراتی داشته باشه، مثلا تو رگ‌ها رسوب کنه، کبد چرب بشه و از این بیماری هایی که میبینیم، سکته قلبی، چیزایی که خودتون بفهمیدین. وقتی تو رگ رسوب میکنه میتونه فشار خون ایجاد کنه، میتونه رگ بسته بشه، قسمت پایین رگ مثل قلب مایشش بمیره، بگن آقا قلب ایشون 70% داره کار میکنه، 30% دیگهش کار نمیکنه، مایشش دیگه کار نمیکنن چون خون بهش خوب نمیرسه. چربی ها دو دسته تقسیمشون کردیم، گیاهی و جانوری. گفتیم که جانوری ها معمولا جامدن، برای همین بیشتر تو قلب رسوب میکنن، گیاهی ها مایعن، کمتر رسوب میکنن. اما گیاهی های هم داریم که خیلی خوب هم رسوب میکنن، مثل آفتاب گردون، مثل ذرت، مثل پالم. پالم روغن هسته خرماست، خیلی هم بدجور رسوب میکنه اتفاقا. و جانوری های هم داریم که خیلی هم خوبن، به شرطی که درست تهیه شده باشن. همشون چه خوب چه بد باید درست مصرف بشن، این یادتون نره. ما کلسترول داریم که یک نوع چربیه، یک نوع لیپیده. این کلسترول خودش باز دو نوعه، کلسترول بد، کلسترول خوب، که با HDL و LDL نمایششون میدن. یعنی تو آزمایش خون وقتی میریم اینیم HDL خونمون بالاست میگه که بد نیست، LDL بالاست میگه خطرناکه، مراقب باشه. پس فقط کلسترول تنها نه، کلسترول هم که گفتیم همونیه که بعدش میتونه توی قلب رسوب کنه و دیواره رسوب قلب تنگ بشه، که الان عکسش هم میاد نشونتون میده. بعدش هم باز در مورد لیپیدها گفتیم که اینا رو گفتم، لیپید دیگه چربی رو گفتم، رسیدیم به پروتئین. تا اینجا رسیده بودیم. میثم جان این پاورپوینت من بزنم بره جلو، اشکال نداره؟ خب پاورپوینت رو داریم میبینیم. در باید کربوهیدرات های مرکبه یا پلی‌ساکارید ها به اصطلاح، که دونه دونه داره اینا رو باز توضیح میده برای ما. خیلی مهم این عکساشه که نگاه کنید، یه گلوکوز وقتی به هم بچسبن چه اتفاقی میفته، یا مرسی دست در نکنید، یا ساکاروز به همین ترتیب. عکسی که گفتیم دارید قبلا گرفتید. خانم احترام گفتم کلسترول اشباع شده نیستش؟ ما چربی های اشباع شده داریم و اشباع نشده. چربی هایی که اشباع شده باشن مثل کلسترول بد، اون وقت دیگه هیچ چیزی نمیتونه بهشون ترکیب بشه و در نتیجه خیلی بهتر رسوب میکنن و در نتیجه خیلی بدترن. ولی چربی های اشباع نشده مثلا اومگا 3، اومگا 9 یا کلسترول های خوب که توی روغن گردو مثلا داریم، تو زیتون داریم، تو کنجد داریم، اونا اشباع نشدن، میتونن چیکار کنن؟ میتونن تو بدن که میان حتی چربی های بد رو هم بگیرن از توی خون، از تو بدن، و بعد برن مثلا بر دفع، و خیلی خوبن. یعنی کسانی که روغن زیتون و روغن گردو و کنجد و هسته انگور این حرف رو مصرف میکنن کمتر دچار بیماری های قلبی میشن تا اونهایی که مصرف نمیکنن. حتما رژیم غذاییتون مخصوصا صبحانه گردو باشه، خیلی خوبه. روغن گردو خیلی خوبه. تخم مرغ هم که میگیری سعی کنید تخم مرغ غنی شده باشه با امگا 3 و امگا 9 و از این حرف، امگا 6 هم داریم دیگه. چی؟ خب بریم ببینیم که این صفحه‌مون هم در مورد لیپید یا چربی که توضیح دادیم، اینا رو هم باز دونه دونه ببینیم. داره چی لیپید چربی رو توضیح میده که این دیواره، الان نگاه کنید تمام این دایره‌های نارنجی که می‌بینید دیواره سلولیه که از لیپید یا چربیه. اون بنفشه هم که می‌بینید مثل پروتئینیه، مثل اون کانالیه که دروازه‌ای میمونه که مواد وارد داخل خارج میشن، اینا اونا. بعد کربوهیدراتش هم که دارید می‌بینید، کار لیپید هم که گفتیم، محافظت از سلول‌ها در برابر سرما و ضربه، تامین انرژی. بچه راستی لیپیدها انرژیشون خیلی بیشتر از کربوهیدرات هاست. یعنی تو مناطق سردسیر اونهایی که انرژی نیاز دارن بیشتر چربی میخورن، مثلا چربی نهنگ قدیما استفاده میکردن، قدیما، الان دیگه کمتر شده. هم از چربی نهنگ استفاده میکردن برای روشنایی و پخت و پز، هم میخوردن که بدنشون در برابر سرما مقاومت کنه. اسکیمو هم تو قطب زندگی میکنن، پس کربوهیدرات براشون فایده نداره. جدیداً یه تحقیقاتی انجام شده که یکی از دلایل چاقی خوردن کربوهیدرات، نه خوردن چربی. یعنی کربوهیدرات ها آدم رو چاق میکنن به چند دلیل، چون انرژی کمتری تولید میکنن، شخص زودتر گرسنه نمیشه،
و مجبور زودتر باز بخوره، یعنی دفعات بیشتری بخوره، اون وقت چاق‌تر میشه. ولی لیپید وقتی میخوره، چربی میخوره، مثلا کله پاشه میخوره، تا ظهر که هیچ، تا ساعت 2 و 3 و 4 هم شاید اصلا غذا میلش نشه. اینجوری هم هست. فقط مهم اینه که وقتی طرف چربی میخوره حتما فعالیت داشته باشه تا به اون بیماری ها مبتلا نشه. اینا رو باید مراقب باشه. کاتگوری از چربی ها بعدا مفید هستن، مثل گرتونی که گفتیم براتون. بعد داره همینجوری میاد. بچه سوال که ندارم. من زاره گفتن 1 گرم لیپید 2 برابر کربوهیدرات ها. آفرین، دقیقا درست گفتی خانم زاره، کاملا صحیحه. این هم ضرر لیپیده که داره میگه. انواع لیپیده گفتیم براتون، گیاهی، ماین. بچه چه گیاهی چه جانوری؟ البته گیاهی باز بدتر، مایه ها بدترن. مایه ها اولا که دوامشون کمتره، زودتر خراب میشن. دوم که مایه رو نباید الکی سرخ کنید، چون مایه خودشون سرخ کردنی و غیر سرخ کردنی دارن. غیر سرخ کردنیش مثلا تو سالاد بریزی رو برنج. سرخ کردنی میتونی سرخ کنی. اگه غیر سرخ کردنی سرخ کنی، یه بار بیشتر سرخ نکنم دمای پایین. اگر روغن بجوشه خیلی بده، روغن سیاه بشه خیلی بده، این همه سرطانزا میشن. مادرها خودشون میدونن که چی کار کنن، چه جوری از روغن استفاده کنن. روغن جامد رو که استفاده کنن، روغن مایع رو که، روغن سرخ کردنی که. اما توی فست فودیا و بعضی از این ساندویچ فروشی ها این روغن رو چندین بار ازش استفاده میکنن. صبح تا شب رو اون سینکش هست، اون صفحش هست، داره همینجور غذاهای مختلف اون تو سرخ میکنه. یعنی چندین بار این روغن داره سرخ میشه، یعنی داغ میشه و این سرطان زاییش رو زیاد میکنه. برای همین فست فودا یکی از عواملش اینه که خوب نیست. یکی از عوامل دیگه شون چربی های بدیه که توش داره، که یه زمانی من میدونم، حتما هم میدونید، روغن پال میریختن توی این مثلا کالباس سوسیس یا حتی ماست، حتی لبنیات، میگفتن ماست پرچرب. ماست پرچرب اصلا خوب نیست. چرا؟ چون توش روغن پال میریختن. به جای که چربی حیوانی باشه، چربی گیاهی میریختن، گیاهی بد، چربی صنعتی بهش میگفتن. خلاصه که باید خیلی مراقب باشیم. اونم عکسام که گفتید گرفتید. اینم بریم جلوتر تا برسیم به آمینو اسیدها. الان لیپیدها رو داره ادامه میده که همون HDL و LDL رو بگه بهتون که ترکیبات عالی هستند. ترکیبات عالی یعنی کربن دار. بچه‌ها عالی با الف ها، عالی با عین نه. چی نوشته؟ جانم خانم بروسان، من تصویرم خانم عطاریان، یه بار خارج چی دوباره وارد چی؟ درست شاید درست شه. اگه صدا داری تصویر نداری خارج شو برگرد. خانم بروسان بگو. پروتئین ها بله خانم زاره ای درسته. خانم بروسان صدا تو نداریم، بس شو. خب تا بس میشه ما این بقیه لیپید هامون رو بگیم که لیپید خوب و بد داریم، LDL و HDL، کلسترول بد و خوب، تا چربی ها تموم شه بریم سر وقت پروتئین هامون. این کلستروله که سلام استاد. سلام خانم بروسان بگو حالت چطوره؟ فایده کلسترول داره دیگه. سال نوتون مبارک. ببخشید من یکم دیر اومدم. خواهش میکنم. سال نو شما. ما داریم دوره میکنیم فعلا تا برسیم سر وقت پروتئین ها که از اونجا توضیحات رو شروع کنیم. بله استاد، الان چی رو من بگم الان؟ نه دست بلند کردی گفتیم چیزی شاید میخوای بگی. نه آربونت موفق باشی. شاید داره، احتمال داره، احتمال داره. باشه پس ما داریم دوره میکنیم دیگه. کی سوال داره؟ ببخشید این جمله درست هستش که میگن چربی کربوهیدرات هست؟ بله بله، در اصل ریشه شون کربن و هیدروژن دارن. چون کربن و هیدروژن دارن میتونن هیدروکربن باشن. ولی خب علاوه بر کربن و هیدروژن ممکنه یه عنصر دیگه هم داشته باشن که رفتن جزء لیپیدها، ترکیبشون فرق میکنه ولی عنصر کربن و هیدروژن رو دارن. بله من موافقم با این جملتون. پروتئین هم کربوهیدرات؟ پروتئین هم کربوهیدراتیه که نیتروژن داره. نیتروژنش خیلی مهمه. آمینو اسید داره، اونش مهمه. ولی خب بازم ترکیباتش نگاه کنین کربن هیدروژن داره. به خاطر همون کربن هیدروژنش هم هست که انرژی تولید میکنه.
انواع کلسترول هم که خوبه رو داره بهتون میگه، LDL و HDL و بعد چیز دیگه ای فکر کنم فقط عکس مونده باشه. گفته با افزایش کلسترول بعد که اینا رو گفتیم براتون، رسوب میکنین هم گفتیم براتون، بعد چیز دیگه ای اینم عکسشه که چجوری توی رگ ها رسوب کرده. وقتی رگ ها رسوب میکنه تنگ میشه، خون خوب رد نمیشه، درنچه فشار خون رگ ها ممکنه حتی پاره بشن، رگ ها بسته بشن، قسمت پایین رگ دیگه کار نکنه. اگه قلب باشه بشه ایست قلبی و سکته قلبی. عکس دارید؟ حالا اگر ندارید عکستون رو بگیرید تا بریم سر وقت دیگه پروتئین ها. من تخته رو پاک میکنم. اینم عکس آخرمونه که دیگه قشنگ بسته شده رگ. اسلام جان دیگه بعد شما بزن بده جلو، من تخته رو پاک کنم. بچه ها عکس اگه میخواید بگیرید که من برم اسلاید بعدی. اما سومین گروه غذاها پروتئین ها هستند. پروتئین ها از ذراتی تشکیل شدن یا مولکول هایی تشکیل شدن به نام آمینو اسید. آمینو اسید ها یا اسید آمینه ها که ساختار اصلی بخشی از سلولن به نام DNA یا دنا، همینطور که میدونید عامل وراثته، یعنی صفات ارثی رو از یک شخصی به شخص دیگه منتقل میکنه و تمام موجودات زنده این DNA رو دارند. این DNA مثلا تو هر سلول انسان ما 2 متر DNA داریم. این 2 متری که میبینید فکر نکنید با چشم میتونید ببینید، نه خیر، خیلی ریزه، با چشم دیده نمیشه، همشون جمع بشه انقدر میشه که بازم با چشم دیده نمیشه. اما خیلی مهمن، خودشون از یه سری آمینو اسید تشکیل شدن به نام تیمین، آدنین، گوانین و سیتوزین که اینها 2 به 2 به هم میچسبن و این نردبان رو ایجاد میکنن. وقتی این DNA تشکیل شد، بخش های کوچکی از این DNA مثلا از اینجا تا اینجا که دارم قرمزش میکنم، این قسمت، این تیکر بهش میگن ژن. این ژن بخشی از DNA که دارای اطلاعاتیه که این اطلاعات شما رو به وجود آورده. سلام عرض کردم. این اطلاعات ما بهش میگیم صفت. بعضی اوقات شاید دیده باشید، حتما دیدید مثلا یه بچه گربه از موقعی که به دنیا آمده پیش خودتونه، بعد این بچه گربه وقتی داره بزرگ میشه، موقع در مدفوع کردن میره یه جایی رو میکنه. خب این مادرش ندیده، پس از کجا فهمیده که بعد موقع مدفوع کردن خاک رو بکنه و اونجا مدفوع کنه؟ قدیما بهش گفتن غریزهشه. این غریزهش اینه که اینه، درسته که الان میدونن که این اطلاعاتی هن که تو ژنش این گربه هستش، از پدر مادر بهش منتقل شده، نه با یاد دادن، از طریق همین اطلاعات ژنتیکی. و اینجوری بچه گربه هم میدونه که باید خاک رو بکنه و اونجا مدفوع کنه، حتی اگه میگه مادرش هم ندیده باشه. اینا دقت کنید، بعضی چیزا اکتسابی از محیط میگیرن، بله، ولی یه سری چیزا از راه ژنتیکه که همون هم علم ژنتیک رو هم اتفاقا ایجاد میکنه. ما پس به اینا میگیم صفت. مثلا فرض کنن گروه خونی، بچه‌ها گروه خونی مربوط میشه به صفت، مربوط میشه به ژن. میگیم طرف گروه خونیش آه، یعنی ژنی داره که داره ژن گروه خونی آ هست اون شخص. اون یکی گروه خونیش بی هست، مثلا ژن بی رو داره و الی آخر. پس این ژن ها بخشی از دی ان ای هست. دی ان ای چیه؟ مجموعی از آمینو اسید هاست، یعنی یک پروتئینه و این پروتئین گفتیم میتونه جزء غذاها هم باشه. حالا پروتئینی که من گفتم داشتم ریشه‌ای میگفتم که تو هسته سلول و فلانه، اما پروتئینی که ما میخوریم ما بهش میگیم گوشت، مثلا گوشت قرمز، گوشت سفید. نوع پروتئینشون با هم فرق میکنه، هر دو پروتئینن اما نوعش با هم فرق میکنه. مثلا این گوشت قرمز نیتروژنش فرض کن بیشتره، یه سری بیماری ها بر اثر گوشت قرمز وجود میاد. بچه گوشت قرمز تو سن شما نه، تو سن ما بده، تو سن شما اتفاقا خیلی هم خوبه، چون انواع اقسام مواد معدنی و حتی ویتامین ها توشه، پس برای سن شما خوبه، ولی برای سن من باید مدارا کنم. البته یه چیزی هم بگم، بازا
دکترهای جدید، دکترهای تغذیه جدید میگن که حتی تو سن نوجوانی هم شما گوشت قرمز رو خیلی بی‌رویه نخورید. یعنی حق نداری هر روز گوشت قرمز بخورید. ممکنه بدنت آسیب برسونه. یه سری بیماری‌ها ایجاد کنه که مربوط میشه به گوشت قرمز. بدنت لخت بشه، خونت غلیظ بشه و از این اتفاقاتی که ممکنه بیفته. ولی اگه خب بخورید و ورزش کنید مطمئناً. ببین میدونی چیه؟ اونایی که رژیم غذایی میدن یه سری هستن که رژیم غذاییشون اصلا علمی نیست، همینجوری الکی میگه من فلان نمیخورم، من یه ماه گوشت نمیخورم یا یک سال فلان نمیخورم. ولی دکترهای تغذیه همچین اجازه به شما نمیدن، میگن شما توی یه دوره محدودی میتونی این کارو بکنی ولی بعدش باید ادامه بدی، باید حتما گوشت قرمز مثلا بخوری، چون یه سری بچه‌ها پروتئین ها تو گوشت قرمز هست که بدن ما بهش نیاز داره و بدن ما هم نمیتونه بسازتش، از گیاه هم نمیتونه تامین بشه. یعنی حتما پروتئین حیوانی باید مصرف بشه، مثلا تخم مرغ پروتئین حیوانیه. حالا گوشت قرمز هم نمیخوره ولی تخم مرغ باید بخوره. یه سری هستن که میگن ما اصلا حیوان نمیخوریم، ما حیوانات فلان هم نباید بکشیمشون، فقط گیاه بخوریم. خب اینا که گیاه خوار هستن حتما دیدینشون، درسته که بدنشون دیگه سم نداره، نمیدونم کمتر مریض میشن، اما اگه نگاه کنید بعد از این مدت طولانی ها بعد از این مدت طولانی نگاه کنید ماهیچه نداره، لاغره ضعیفه، نمیتونه خیلی از کار رو انجام بده. چرا؟ چون اون پروتئینی که بدن نمیسازه رو نخورده، بهش میگن پروتئین های ضروری بچه ها. پس اگر هم گیاهخواری میکنه باید بعد از یه مدتی، یه مدت کوتاه حتی، پروتئین حیوانی رو مصرف کنه به این دلیلی که براتون گفتم. اگه سوال هست بپرسم. من میتونم بگم چند دسته؟ بله بفهمه، چرا که نه خانم عطاریان. خانم عطاریان بگم دسته رو. ما هم تا پاورمونت رو میزنیم بره جلو تا خانم عطاریان میگم. مرسی. بگو خانم عطاریان. رامینا جان بگو. خانم عطاریان صداتون ما نداری. خب خانم بروسان شما بفرمایید حالا تا بعدش خانم عطاریان. خانم عطاریان احتمالاً باز بعد یه بار بری بیای. خانم بروسان بفرمایید. برای مجدد استاد حالا من یه سوال خواستم بپرسم، من یه چند تا نکته بگم. فقط اول سوالم این بود، مثلا الان ما تو مالا کتا هم تایپ کردم، مثلا گروه خونی من بی مثبته، ولی مثلا این بی مثبت آبی اینا مثلا فرقی با هم دارن؟ یعنی منظورم اینه که به جز اینکه فرق داره از لحاظ ژن فرقای دیگه هم داره؟ بعضی اوقات یه فرقای دیگه هم دارن. حالا من بگم، اولا که ژنشون حتما فرق میکنه. مثبت که باشه شما یه ژن دیگه هم دارید که مثلا بی منفی اون ژن رو نداره. کسی که بی منفی میتونه به بی مثبت خون بده ولی بی مثبت به بی منفی نمیتونه خون بده. بعد یه سری گروه خونی مثل او هستن که تو این قضیه کرونا یه سری از دکترها گفتن کسانی که گروه خونی او دارن بدنشون مقاومتره نسبت به این بیماری تا گروه خونی دیگه. ممکنه هم چیزایی هم باشه. بله هست دیگه. چی روژان جان؟ بله. بعد حالا یه چیزی که خواستم بگم اینه که این دسته های غذایی که مثلا شامل حالا چیز میشه کلن که بهش میگه هرم غذایی در اصل. بله بله من حالا خواستم بگم که در ارتباط با این هرم غذایی به ترتیب از اون بالا، یعنی اون مثلث کوچیک که داره، مثلا میشه گروه متفرقه، بعد گروه شیر و لبنیات، بعد گروه گوشت و حبوبات و حالا همون کلن پروتئین ها گوشت و اینا، بعد گروه سبزی ها، بعدش هم گروه میوه ها که حالا مثلا واسه گروه سبزی ها نوشته 3-5 واحد این شکلی، بعد گروه نان و غلات. بعد خواستم این مثلا الان اینجوری گفته گروه شیر و لبنیات، بعد پایینش نوشته واسه شیر و لبنیات 2-3 واحد، یعنی چی این واحد؟ اوکی ببین 2-3 واحد دکترها اینجوری میگن، میگن 1 کف دست نان، 1 عدد سیب،
واحدشون رو تعیین میکنن که چقدره، چند گرمه. یه دستی به بزرگ نه، یه دستی به کوچیک میگن یک واحد، یه کف دست نون رو مثلا میگن یه واحد، خود دکتر اونجا تعیین میکنه. اما این هرمای غذایی رو جان جان وقتی میگن برای افراد مختلف و محیطهای مختلف متفاوته. یعنی ممکنه رژیم غذایی توی ایران یه چیزی باشه، تو مناطق سرسیر شمالی اروپا یه چیز دیگه باشه. مثلا اگه تو ایران چربی باید اینجا قرار بگیره، توی مثلا کشورهای سرد شمالی چربی باید اینجا قرار بگیره. اگه ما تو ایران یه واحد چربی بخوریم کافی مونه، اینجا باید سه واحد مثلا چربی بخورن وقت کافیشون باشه. پس این هرمای غذایی تو محیط‌های مختلف و حتی برای افراد مختلف متفاوته، چون بدنها با هم فرق میکنه. یکی از خیلی چاقر مطمئنا رژیم غذاییش و هرم غذاییش باید با منی که، حالا من که نه، یک کسی که لاغره باید فرق کنه. بله دیگه. فقط استاد ما حالا از اونجایی که معلم گفته 21 اسفند یعنی در هفته بعد یک شنبه میخوان از ما از فصل 5-6 هفته دست میشن زمین شناسی امتحان بگیرن. اگر ممکنه اگه مثلا نمونه سوالی هست، پی دی افی هست در این رابطه با این فصل ها، برای من ارسال کنید حتما که من... راجان جان حتما میسم به من رادواری میکنه، من براش میفرستم، اونم برای شما میفرسته. چشم، خیلی ممنون. قربونت مریم جان جانم. رامینا بستش کن، رامینا رو اول، بعد مریم، بعد از رامینا. سینا میگه گروه خونی من اوه. اوه مثبتی سینا، اوه منفی بودی از زن بیمارستان میرفتی یقت تو میگرفتن ازت خون میگرفتن، هیکلت هم که درست بود. سلام، صدای من الان میاد؟ بله رامینا جان بگو عزیزم. ببخشید، بگو صدات میاد. من میخواستم درباره ویتامین ها بگم. فکر کنم شما در مورد ویتامین ها صحبت میکنید. نه ویتامین هنوز نرسیدیم، ولی خب تو بگو، اشکال نداره. آم باشه، شما پروتئین بزن بره جلو. واسه اینکه ویتامین ها دو دستن، ویتامین های محلول در چربی و ویتامین های محلول در آب، که نوعاش هم بگم. ببخش، بگو ببخشید بگم. مثلا ویتامین های محلول در آب میشه مثل ویتامین C و ویتامین B، و ویتامین های محلول در چربی میشه ویتامین ای و ویتامین کی و ویتامین دی. حالا هر کدوم کارش هم بگم، یه ذرش هم بگو. بله صدا... صداتون رفت، صدای تو هم میره و میاد. الان صدا داری؟ صدات قطع شد رامینا جان. خب بله بله الان صداتون رفت. نتت فکر کنم ضعیفه رامینا، درسته؟ آره نتت ضعیفه. مریم واس کن بعد بریم سر وقت ادامه درسمون. بچه رامینا در مورد ویتامین ها گفت، خیلی هم خوب گفت که آره رحمت رسیدم توضیح میدم. سلام مریم جان بگو عزیزم. سالتونم مبارک استاد، میخواستم در باید نوعی پروتئین بگم براتون. بگو پروتئین ها به دو دسته تقسیم میشن، گیاهی و جانوری. گیاهی مثل حبوبات مثل سویا، و جانوری مثل گوشت و تخم مرغ حالا و غیره. درسته مریم جان، کاملا درست گفتی. پروتئین گیاهی مثل حبوبات. بچه عدس سویا. سویا آفرین. عدس یکی از اون گیاهانیه، دانه هاییه که خیلی پروتئینش خوبه. تمام بدنسازا اونا که میرن ورزش بدنسازی توصیه میکنن شما عدسی بخورید، صبح ها عدسی بخورید، چون خیلی پروتئین داره. سویا پروتئینی که خیلی شبیه گوشته، وقتی پخته میشه خیلی شبیه گوشت میشه. برای خیلی از همبرگرها، همه گرایی که الکی و کلک میزنن، بیشترش سویاست و گوشت. حتی توی کالباسوس هم گوشت هست، ماکارونی هم همینطور. ماکارونی اون گوشتی که تو رستوران ها میبینی، بعضی هاشون ها، نه همه شون، ساندویچ فروشی هم مثلا به جای گوشت سویا استفاده میکنن، چون خیلی شبیه گوشت میشه. حیوانی هم که تخم مرغ و گوشت و این چیزا، هم گوشت سفید داریم هم گوشت قرمز که پروتئین. مرسی مریم جان. خب
بچه من این سوال دیگم داشتم. بگو. من این معلم ما خب یه ویدیوهای درسی میفرسته، خب منم در سری اون مینویسم و توضیحات شما رو هم مثلا میگم، ولی این بعضی وقتا میگه این تو از روی کتاب میخونی، با اینکه ویدیو خودشم نوشتم و چند بار سر کلاس بهش میگم و اینکه توضیحات شما رو میگم، بعضی هاشون میگه خارج از کتاب رو بهم نگو. نگو حالا نگو خب. چون واقعا بعضی از اینایی که ما میگیم خارج از کتابه، برای اینکه یه روزی به دردتون میخوره من میگم، به خاطر این دارم میگم. بله خب این به نظرت من باید چجوری به این توضیح بدم؟ من هر کاری کردم این میگه از روی کتاب میخونه، از ویدیو خودشم توضیح میدم میگه نه قبول نیست. نمیدونم، بگو تصویرتو ببینه بعد تو دوربین زل بزن توضیح بده شاید باور کنه. اینجوری خوبه؟ خب مرسی مریم. پروتئین ها رو که گفتیم، توضیح دادیم آمینو اسید های ضروری چی هستن، اون قبلی کامل و فاملش چی بود. خب اینا هم که گفتیم، گیاهی و جانوری، کامل و ناکاملش دقت کن یعنی چی ها، یعنی که گیاهی بخوری کافی نیست. بریم صفحه بعد، بریم سر وقت ویتامین ها فکر کنم بزنم پروتئین چیز دیگه داریم. پروتئین بازم داریم ببینیم چیه، شاید نگفته باشین. نقش پروتئین در بدنه که گفتم براتون، با اصلا کلا بچه ها سلولاتون میخواد رشد کنه پروتئین میخواد، ماهیچهاتون پروتئین میخواد، پس ماهیچه ها میخواد رشد کنه پروتئین لازم داریم دیگه. خب این هم که گفتیم هورمون ها و هورمون هم بچه سال هشتم میخونید چیه ها، توسط یه سری قدرت ترشح میشن برای یه سری کارها هستن، زیادشون بیماریه، کمبودشون بیماریه. کمک به تعادل اسید و باز، یعنی پهاش خونتونه، حفظ تعادل بدنه که بیشتر مربوط میشه به سیستم عصبیتون. بعد ساخته شدن پادتنهایی که گلبولای سفید میسازن پروتئین نیاز دارن، پس خیلی کار میکنه. حتی تولید گلوکوز، یعنی آمینو اسید میتونه به گلوکوز تبدیل شه. کی بچا بعضی اوقات که با سال بعد میخونید درس، فقط الان جهت اطلاع دارم میگم. مریم خانم این خارج از کتابه، نرید به معلمتون بگی بعد بگه که نگو. گاهی اوقات که شما الان فصلش هم هست ماه رمضان، ما وقتی روزه میگیریم سحر بعد بخوریم، وقتی خوردیم تا یه زمانی بدن ما غذا از سحر خورده، قندش تامین شده، خیالش راحته. ساعت 10 و 11 و 12 که میشه طبق معمول قبلا یه چیزایی میخوردیم، بدن الان بهش نمیرسه، پس یه آلارمی به مغز میزنه میگه های چیزی نرسید، قبلا میخوردی، یه دلت ضعف میره. بعد میره 12 و 1 و 2 میره هیچی دیگه نیومد، مغز میترسه میگه بابا ما کجا رفتیم، نکنه رفتیم بیابون قحطی شده. نگو محرم زون خبر نداره. مگر از قبل آمادش کنی. هی پیام میده بابا من گلوکوز میخوام، به کبد میگه کبد اون گلوکوزایی که داری رو سریع، گلیکوژنایی که ذخیره کردی رو به گلوکوز تبدیل کن، بریز تو خون، من قند میخوام، من با زنده بمونم. این کار انجام میشه، کبد گلیکوژنا رو میفرسته، روز اول مارمزون میگذره، روز دوم میگذره، روز سوم میگذره. بعد بعضی از بچه ها هستن یا بعضی از آدم ها سحری نمیخورن، فقط افطار به افطار میکنن، اونا دارن به خودشون ضرر میرسونن. چجوری میشه؟ بعد از چند روزی مثلا 10-15 روز که از مارمزون میگذره، طرف تمام قند توی کبدش تموم شده، یعنی گلیکوژناش تبدیل شده به گلوکوز، دیگه ذخیره نداره، سحرم که نمیخوره که، بعد اونی هم که تو افطار میخوره دیگه جوابگو نیست، پاسخگو نیست. در نتیجه ماهیچه ها شروع میکنه به گلوکوز تبدیل شدن، یعنی اگه چربی تو بدنش نباشه، چاق نباشه، آدم معمولی باشه، ماهیچه میسوزونه. اونایی که خیلی گرسنه میمونن، گم میشن تو بیابونا، هفته ها غذا نمیخورن، فقط آب میخورن، اونا اگه دیده باشیم بعد از این مدتی نمیتونن راه برن. چرا نمیتونه راه بره؟ چون ماهیچه‌اش داره تبدیل میشه به قند، یعنی هی ماهیچه‌اش کوچیک میشه، ماهیچه سوزی انجام میده. کسانی که خیلی لاغرن دیدید که فقط دنده و استخونن، پوست و استخون بهشون میگن. چرا میگن پوست و استخون؟ چون ماهیچه‌هاشون بر اثر گرسنگی به گلوکوز تبدیل شده. این خیلی این جمله آخر مهم بود، لازم دونستم توضیح بدم براتون که گرسنگی زیاد، رعایت نکردن تو ماه رمضان، سحری نخوردن چقدر بده. بعد تازه سحری هم میخوریم، چی بخوریم هم مهمه، حجمش زیاد باشه یا نه، کالریش زیاد باشه، اینا همش مهمه.
که دکترای تغذیه برای کسانی که یک مقدار مشکلاتی دارن بهشون میگن چی کار کنن. بریم جلوتر. خب بریم سر وقت ویتامین ها. این صفحه تموش. هموگلوبین تا عنکبوت بچه‌ها، اینا همشون پروتئین دارن. پوست مار، پوست چیز تمساح، همشون چون کیتین داره حتما پروتئین داره. کربوهیدرات هم پس داره ها. بکنم رومینا خانوم گفت، فکر میکنم که پروتئین کربوهیدراته. بله بله، کیتین هم کربوهیدراته هم پروتئین، چون کربوهیدراتشون داره. حالا عکس که گرفتیم میریم بر ویتامین ها. درسته؟ بله. ویتامین ها بچه ها کمش خیلی ضروریه، زیادش بعضی اوقات خیلی ضرر داره. چند وقت تلویزیون داره یه برنامه نشون میده، حالا اسمش زد فکر میکنم باشه، تضاد یا همچین چیزی، در رابطه با اینکه شرکت های دارویی با تبلیغات علکیشون باعث میشن محصولاتشون رو بفروشن و ما هی بریم ویتامین بخریم بخوریم. ما تو کشوری قرار گرفتیم بچه ها که با میوه و سبزی میتونیم تمام ویتامین های مورد نیازمون رو تامین کنیم. الان خب خیلی گرون شده. بله، میوه و سبزی خیلی گرون شده، اما میگم یه زمانی واقعا میشد با همینا با قیمت خیلی مناسب تمام ویتامین ها رو تامین کنیم. البته بازم که گرون شده هنوز از این ویتامین هایی که به صورت قرص ارزون تره. اصلا خیلی از دکترهای امروزی، دکترهای تغذیه امروزی تجویز نمی‌کنن که شما برید ویتامین مصنوعی بخورید، یعنی قرص بخورید، جوشان بخورید، فلان کپسول رو بخورید. اصلا تجویز نمی‌کنن، میگن چیزی که از راه غذا به دست میاد برای بدن میتونه کافی باشه. اگر غذای خوب به دست نیاوردی، مریض بودی، ضعف داشتی، قرص بهش بدید. این از قدیم هم بوده، برای یه مدتی مخصوصا تو این دو سال خیلی مصرف بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی که بعد از این میخوام بگم زیاد شده. بچه ویتامین ها کمش لازمه. ویتامین ها رو به دو دسته تقسیم میکنن، همینجور که رومینا خانم گفتن. ویتامین هایی که در آب حل میشن، میشه قابل حل در آب، و ویتامین هایی که در چربی حل میشن، یا اینجوری نیستم در چربی حل میشن، اشکال نداره هر کدوم بنویسین درسته. ویتامین هایی که در آب حل میشن ضررشون اگه زیاد بخورید، ضررش کمتره. چرا؟ چون تو آب حل میشه، میتونه همراه با ادرار دفع بشه، مثل ویتامین C و ویتامین های گروه B. ویتامین های گروه B مثل B6، B12، نیاسین، بعد B2 و یه چند تای دیگه هم که هستن، نیاسین هم که هستش. اینا تو آب حل میشن، اگه من زیاد بخورم از ادرار دفع میشه. اما ویتامین C اگه زیاد خورده بشه بخواد از راه ادرار دفع بشه، برای کسانی که سنگ کلیه دارن اصلا خوب نیست، حتی ممکنه باعثش هم بشه. پس نمیتونیم همینجوری بی رویه قرص جوشان بخوریم هر روز یه دونه، روزی دوتا. میگه من دوست دارم. دوست دارم دلیل نمیشه که، منم خیلی چیزا دوست دارم، یا همه خیلی چیزا رو دوست دارن، اما رعایت کردن مهمه. پس نبینم دیگه هر روز قرص جوشان بخورید، قرص جوشان ویتامین C چون دوست داری، دکتر باید تجویز کنه، یا اینکه بعضی وقت هر هفته یه دونه خود دوست داشتی بخور. نمیتونید زیاد بخورید. درسته که خیلی ضررش کنه، ولی میتونه خیلی هم ضرر داشته باشه. اما ویتامین هایی که در چربی حل میشن زیادش دیگه خیلی ضرر داره، چون زیاد اینها به سم تبدیل میشه تو بدن و این سمه میتونه حتی کشنده باشه، طرف رو از بین ببره، نه تنها ضعیفش کنه، بیمارش کنه، باعث مرگم بشه. ویتامین که در چربی حل میشن مثل ویتامین D که خیلی مهمه، ویتامین K، ویتامین A، ویتامین E، اینا ویتامین هایی که در چربی حل میشن. ویتامین K برای لخته شدن خونه، توی روده انسان ساخته میشه، روده بزرگ ساخته میشه. ویتامین A برای بیناییه،
توی هویج هست. اما بازم دقت کنید، شما روزی یه دونه هویج بخوری یا دو تا هویج بخوری هیچ اشکال نداره، اما نمیتونید روزی یه لیوان آب هویج بخوری یا هر روز دو تا لیوان آب هویج بخوری. میگی من آبش خیلی دوست دارم. آب هویج که میخوری توش ماده‌ای هست به نام کاروتن. این کاروتن میره تو کبدت، میخواد تبدیل شه به ویتامین A. ویتامین A زیاد بسازه میشه سم، خود کبدت دچار مشکل میشه غیر از بعضی قسمت‌های دیگه بدنت. پس خوردن هویج دونه ای دو تا سه تا اشکال نداره، ولی یه لیوان آب هویج که میدونید از 7 10 تا هویج تشکیل شده، بعد تو بخوای روزی دو تا لیوان آب هویج بخوری، این کارو نکنید. حالا بستگی به شخص داره، هفته ای دو سه تا لیوان شاید اشکالی نداشته باشه. پس برای بینایی کمبود این ویتامین آ باعث میشه که شب کوری ایجاد بشه، طرف شبا خوب نمیبینه پس نمیتونه رانندگی کنه تو شب. کمبود ویتامین K باعث میشه که خون لخته نشه، یعنی اینکه ممکنه حتی بر اثر یه خونریزی کوچیک، یه زخم کوچیک بگیم بهتره، شخص بمیره ها اگر ویتامین K نداشته باشه، اگه خونش لخته نشه. خونریزی میکنه میمیره دیگه، وقتی یه زخم بود خون لخته بشه تا خون نیاد بیرون. ولی اینا نداشته باشی نمیتونی مثلا پروتئینی به نام فیبرین بسازی، و وقتی فیبرین نتونستی بسازی نمیتونی زخمتو لخته کنی، زخمتو ببندی به اصطلاح. ویتامین ای هم که برای رشد مو و اینا لازمه، توی جوانه گندم هم هست، کمش خیلی خوبه، زیادش سمه. اما ویتامین دی، ویتامین دی که خیلی هم الان در موردش صحبته به خاطر همین بیماری، چون سیستم دفاعی بدن رو قوی میکنه پس خوردنش ضروریه. اما خوردن نه، بذار بریم چیه. ویتامین دی توسط کلسترول یا چربی که همین الان صحبتش کردیم، چربی خوبه، یکیش اینه، باعث میشه که زیر پوست بدنتون این کلسترول ویتامین دی بسازه. پس نور خورشید میتونه ویتامین دی بسازه. اما چه نور خورشیدی؟ هر نور خورشید خوب نیست. نور خورشید دم طلوع خورشید، دم غروب خورشید، یکی دو ساعت این برنامه خوبه. اما نور خورشید زیر آفتاب شدید بالاخص در تابستون اصلا خوب نیست. نور خورشید زمستون که خوبه، هوا سرد، مجبوریم کاپشن و کلاه سر کنیم، نور بهمون نمیرسه. نور خورشید تابستون که زیاده، ما لباس نداریم، بهمون میرسه، اگه زیاد برسه سرطان ایجاد میکنه، پس چه خاکی تو سرمون کنیم بابا. زمستون که آفتاب نمیخوریم، تابستون هم که آفتاب انقدر شدیده کرمای ضد آفتاب میذاریم که آفتاب نخوره بهمون، زور هم که بیرون نمیریم. پس تو تابستون شما طلوع و غروب خورشید رو در نظر داشته باشید، بهترین زمان برای جذب ویتامین دیه. حالا اگر اینها نشد، تو مناطق کوهستانی بودید، یه جایی بودید که آفتاب کم بود، همیشه هوا ابری بود، خلاصه یه همچین چیزی بود، اونجاست که دکتر تجویز میکنه، میگه شما روزی اینقدر یا یک قرص 50,000، هفته یه دونه، ماهی یه دونه، دیگه بستگی داره اون چیزی که دکتر گفته. پس اول بعد آزمایش داد، اگر کم بود بخوریم، اگر زیاد بود قرص بخورید سم میشه و سمش کلی بیماری ایجاد میکنه. ویتامین دی با کمک ویتامین سی تو جذب کلسیم هم خیلی نقش دارن، که کلسیم تو استخوناتون جذب بشه، یعنی جلوگیری از پوکی استخون خیلی نقش داره. پس کمبود ویتامین دی پوکی استخون ایجاد میکنه، کمبود ویتامین دی باعث میشه که سیستم دفاعی بدنتون ضعیف بشه، و این بیماری کرونا هم که الان برای کسانی که سیستم دفاعی بدنشون قویه کاری نمیتونه از پیش ببره، ویتامین دی لازمه. و برای کسانی که سیستم دفاعی بدنشون قویه و همه مشکلاتی ندارن، چرا دیگه ویتامین دی زیاد بخوره؟ چرا بخوره اصلا؟ پس اینجا که میگن آقا آزمایش بدید دکتر تشخیص بده، همش به خاطر همینا، چون زیادش ضرره. خب بزنیم ویتامین ها رو، بریم جلو، بریم چیزی هست که من نگفته باشم بپرسن. حتما حتما دوستان، اگه سوالی دارید دست بگید بالا که من این فرصت همه رو صدا رو سنم. من این دسته پریدم بیرون از کلاس که گفتین مثلا اون مطلبه من خارج از کتاب
نری بگی، حالا من اون موقعش افتادم بیرون اومدم تو. خوب شد پس، بهتر بهتر که نشنیدی بعد بری بگی، بعد معلمت بگه چرا خارج از کتاب میگی. باشه، بهتر که نشنیدی، بهتر شد، خوب شد، خوب شد. باشه استاد، در راجب چی بود؟ راجب این بود که اگه گرست نمیشیم ماهیچه هامون میسوزه، تبدیل میشه به گلوکوز. آه بله، به گلوکوز تبدیل میشه. در مورد این بود، داستان بود. خب نفر بعد. استاد یه چیزی که خواستم بگم، حالا بیشترش در طب گروه های هم خونی بود، من ناتو یکی از کتابام خونده بودم که گفته بود حالا یه انسان باله حدوداً 4 تا 6 لیتر خون داره. بعد که حالا منطقه خون خب تو سرسر بدن ما در حال گردشه، بعد گفته بود خون چند تا سلول شناور و مایعی به اسم پلاسما تشکیل شده. بعد حالا یه چیز دیگه که داشت، مثل این که حالا تو چند سال پیش یه پزشک ایتالیایی، حالا اگه اسمشو اشتباه نگم، به نام کارل لند گروه های خونی انسانی رو کشف کرد. بعد اصلا یه چیزی که جالب بود، مثل این که نوشته بود حدود 360 اصلا نوع گروه های خونی داریم، یعنی فقط همون A و B و اینا نیستن. نه، یه چیز دیگه بوده حتما. ما گروه خونی 4 تا اصلی داریم، 6 تا میشه فرعی، یه دونه هم هست که جدید کشف شده که اونو من اسمش یادم نیست، مرا یه افراد خاصی، حالا اونو الان یادم نیست، حالا اونو بعدن تو فصل 13 بهتون میگی. بله. بعد استاد یکی دیگه میخواستم بگم، بگو ایزا. جدیدن حالا به جای قرص جوشانا یه چیزی هم اومده که اونم مثل قرص جوشان خوب نباید هر روز بخوری، ولی مثلا هم واسه ویتامین C قرص جویدنیه، یعنی مثلا اون شکل نیستن که تلخ باشه، معمولا برای سرماخوردگی اونو میخورن. بله. گلو درد و این حرفا. ویتامین C یعنی دقیقا کدوم نیاز بدن ما رو برطرف میکنه؟ بذار پس بگم اینو، خوب شد سوال کردی. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین C بود. ویتامین C اسید آسکوربیک هم بهش میگن. کم بوده ویتامین C بیماری ایجاد میکنه به نام اسکوربوت. بیماری اسکوربوت برای کسانیه که میوه و سبزی نمیخوردن، فقط نان و غلات میخوردند و برنج، ویتامین C به بدنشون نمیرسید. کیا بودن؟ دریانوردا بودن. دریانوردای قدیمی. دریانوردای قدیمی وقتی با کشتی میرفتن جایی ماها طول میکشید تا برسن به اون جزیره مد نظرشون. با خودشون میوه و سبزی و غذا میبردن، وسط راه میوهشون سبزیشون تموم میشد، یه سری غذاهای خشک براشون میموند، مثل گوشتی که خشک کرده بودن، نون و از این حرفا، آب هم که براشون میموند. اما دکترایی که تو کشتی ها بودن میدیدن که ملوان ها بعد از یه مدتی لثه هاشون پرخون میشه، بعد پوستشون الکی خون میاد زیر پوستشون، خون مردگی جمع میشه، تاول میزنه، یه سری از این چیزا. اسم بیماریش بود اسکوربوت، گفتن این بیماری اسکوربوت گرفته. بعد یکی از این دکترها موقعی که این کشتی که توش بیماری اسکوربوت زیاد شده بود میرسن به جزیره، ملوانا شروع میکنن میوه خوردن و سبزی خوردن، بعد از چند روز خوب میشن. دکتر میگه پس حتما تو میوه و سبزی یه چیزی هست که این بیماری رو درمان میکنه. از اونجای بعد دنبالش میرن، میفهمن که توی میوه و سبزی ها ویتامین C بوده که باعث میشده بیماری اسکوربوت خوب بشه، و بعد از اون ویتامین های بعدی هم همینجوری پله پله کشف شد. این اولین بار اینجوری کشف شده بود. پس برای لثه و دندونتون خیلی خوبه ویتامین C، برای خونت هم خوبه، برای جذب کلسیم هم خوبه، برای رشد مو ویتامین E خیلی خوبه، تو جوانه گندم هست، توی سبوس برنج هم هست، برای همینه که بعضی از شامپوها رو سبوس برنج میسازن دیگه. جانم رومینا جان بگو، بریم مواد معدنی تا رومینا اون حرف بزنه.
ببخشید سلام میاد؟ الان میاد. میخواستم بگم گفتین زیادی ویتامین A باعث چی میشه؟ ویتامین A زیادیش، کاروتنی که میاد توی خونه جذب میشه، حتی ممکنه رنگدانه های خونه سلولا تغییر کنه، نارنجی بشه، کبدت آسیب ببینه. کبدت وقتی آسیب دید مثلا سیروز کبدی خدایی نکرده به وجود بیاد که اون خیلی خطرناکه دیگه. بله آربونت. خب اما مواد معدنی بچه ها صدا میاد؟ یه دقیقه اون قطع شد. الان صدا میاد؟ بله. خب پنجمین گروه مواد غذایی مواد معدنی هست. مواد معدنی هم که توی خیلی از غذاها هستش انواع اقسام داریم دیگه. ماده معدنی بچه ها یعنی چی؟ یعنی عنصرهای جدول تناوبی. عنصرهای جدول تناوبی همش که برای بدن لازم نیست، بعضیش خیلی لازمه. مثلا آهن خونسازی بدن توسط این عنصر انجام میشه. این عنصر ماده اولیه یه چیزیه به نام هموگلوبین. هموگلوبین هم همونیه که گلوبول قرمز رو میسازه و همونیه که تبادلات گازهای تنفسی رو بر عهده داره. پس کمبود آهن میشه کمخونی و کمبود آهن در دوره جنینی بچه ها میشه کندذهنی، معلولیت ایجاد میکنه، معلولیت های ذهنی ایجاد میکنه در دوره جنینی مخصوصا. برای همین مادرایی که باردار هستن حتما باید آهنشون رو تنظیم کنند و اگر کم باشه حتما حتما باید قرص بخورن. این قرصاش مثلا فولیک اسید دکیشه. اگر خیلی کم باشه آهن باید تزریق کنن تا هموگلوبین خونشون کم نشه، چون میدونید که مادر به وسیله خونش غذا به بچه میده، یعنی خون مادر و بچه در ارتباطن. پس نمیتونه آهن خون مادر کم باشه که نتونه بچه گازهای تنفسی مورد نیازشو برسونه. ماده معدنی بعدی که مورد نیاز هستش تو کتابتون شاید باشه شاید نباشه، آیا می نویسم که تو کتاب هست، بهش میگن یود. یود برای سیستم عصبی بدنتون، رشد بدن لازمه. نمک های یود دار که الان ما مصرف میکنیم یه زمانی نبود بچه ها. یود بدن بعضی از افراد کم میشد، قده تیروئیدشون متورم میشد، بیماری گوات به وجود میومد. بعد ماده به نام تیروکسین ترشح نمیشد یا کم ترشح میشد، سوخت و ساز بدنشون میریخت به هم، مشکلات تیروئیدی براشون پیدا میشد، حالا یا تیروئید پرکار یا کمکار. پس یود خیلی برای رشد بدن لازمه. ماده معدنی بعدی کلسیومه که برای استخوان دندانتون مهمه. استخوان دندانتون ماده اولیه‌اش کلسیم و فسفره. پس فسفر هم بنویسم، چون فسفات کلسیمه که استخوان دندون میسازه. ماده معدنی بعدی سدیمه. سدیم کمش خوبه برای سیستم عصبی بدنتون، برای اینکه پیام‌های عصبی راحت منتقل بشه ما سدیم نیاز داریم. اما زیادش فشار خون ایجاد میکنه، پوکی استخوان ایجاد میکنه. پس زیادی سدیم خطرناکه، پوکی استخوان و فشار خون به وجود میاره و در نتیجه سکته مغزی و قلبی ممکنه به وجود بیاد. پس نمیتونیم الکی نمک بخوریم. نمک کم، من دیدم بعضیا غذا میخوان بخورن قبل از اینکه بچشن نمک میپاشن. آقا اول بچش شاید شور بود، اصلا واقعا نمیدونم چرا هنوز نچشیده نمک میریزه. نمک زیاد اصلا خوب نیست بچه ها، حتی تو سن شما ها. سن ما که اصلا که وحشتناک بده، ولی تو سن شما ها هم نمک زیاد خوب نیست، چون سدیم برای بدنتون ضرر داره. و مواد معدنی دیگه مثل زینک، روی، مثل منیزیم که همه اینها تو رشد بدن نقش دارن، حتی مس. قدیما ما ظرفامون مسی بود، ظرفامون رویی بود و این غذایی که تو اینا میپختیم خودش مقدار مس مورد نیازمون و روی مورد نیازمون تامین میشد. اما الان غذا قابلمه هامون تفلونیه.
دیگه غذا توش میپذیم، نه تنها مواد معدنی نمیاد بلکه سم هم میاد، چون تفلون سمه، تفلون سرطانزاست، تفلون خطرناکه، مخصوصا اگه خط و خشم افتاده باشه دیگه بدتر. اینا که قابل مشروع میدن دوباره تفلون میزنن باز بدتر. تفلون کم کم داره از سیستم قابلمه ها میره بیرون، جاش مواد دیگه ای میگیری، مثل گرانیت هایی که میگن. چدن خوبه، ظروف چدنی خیلی خوبه و غیره. رویی و مسی هم که دیگه عالیه، حالا گرون هستن بله، ولی خیلی عالیه. پس مواد معدنی هم خیلی مورد نیاز بدنه. میمونه آخرین ماده، مثلا پاورپوینت رو بزنیم بره جلو یه مقداری، ببین چیزی یه جان انداخته باشم. خب مواد معدنی پنجم، کلسیوم ها برای استخون، دندون، تو شیر و لبنیات، اینو نگفته بودم. آهن، ساختار گلوله قرمز، تو جگر، عدسی، تخم مرغ، بچه آهن زیاده، پسته خام هم همینطور، اسفناج هم همینطور. کمبود آهن باعث خستگی و رنگ پریدگی میشه بله، تو دوره جنینی باعث کندذهنی و اینم که گفتیم درسته. یود تنظیم فعالیت عصبی، تو نمک یود داره، غذاهای دریایی بچه یود داره. اون موقع نواحی کوهستانی بیماری گوات میگرفتن، اونایی که دم ساحل بودن نمیگرفتن قدیما ها، ولی الان ماهی همه جا هست، همه جا پرورش میدن، ولی قدیما تو کوهستان کسی ماهی گیرش نمیومد که، چی میشد یه ماهی میگرفت در ماه، ولی توی نواحی ساحلی پر ماهی بود، پس یودشون تامین بود. گوات تو کوهستانی بیشتر بود. سدیم که باعث تنظیم فعالیت عصبی میشه، تو نمک خوراکی، برگردیم عقب یه چیزی جا افتاد. پتاسیم بچه نگفتم ها، چیزی که جا افتاد بچه، فایده پاورپوینت همینه، یه چیزایی که من یادم میره تو پاورپوینت یادم میفته. گوگل هم نگفتم راستی، به جاش چی رو گفتم؟ زینک رو اضافه گفتم، مس که اینجا نیست، خب اشکال نداره اضافه باشه بهتره تا کم باشه. گوگل بچه، یکی از بچه ها گفت چه ویتامینی، ویتامین ای بود، حالا چه ماده معدنی برات خوبه؟ گوگل، گوگل کجاست؟ تخم مرغ، زرده تخم مرغ پر گوگله. شامپوهای زرد تخم مرغ شنیدید؟ اگه نشنید با بزرگاتون بپرسید. قدیما با بزرگا، قدیما یعنی بابا بزرگ من، بابای من اون موقع ها، چون بابا بزرگای شما همسن منه، زرد تخم مرغ به سرشون میزدن. بپرسید از بابا بزرگتون، میدونه که باباشون چیکار میکرده. و این زرد تخم مرغ علتی که میزدن به سرشون میمون، به خاطر اون گوگرده بود. اصلا تخم مرغ وقتی میمونه بو گن میگیره، به خاطر این زرد، به خاطر گوگردشه. تخم مرغ میخوری بعد، حالا اون به خاطر گوگردشه، همون که میاد بیرون آخر سر. خب بعدش بود پتاسیم. پتاسیم بچه تو سیستم عصبیتون، تنظیم فعالیت عصبی و انتقال پیام عصبی خیلی مهمه، تمرکز زیاد میکنه. تنیس بازا، تنیسورا، بازی هاشون 4-5 ساعت ممکنه طول بکشه. اگر دقت کرده باشیم بعضی هاشون وسط اون تایم بریکشون، به صلاح چی میگن، بین دو بازیشون یا گیمشون یا حتی ستشون موز میخورن، چون پتاسیم خونشون اگه کم بشه خوب نمیتونن فکر کنن، پس اون تمرکز اون اعصابشون وقتی به هم ریخت نتونست بازی کنه، میبازه دیگه، پس موز میخوره که اون اتفاق قرارش نیفته. موز توی موز پتاسیم هست، پس پتاسیم خیلی مهمه، اونا موز میخورن به خاطر پتاسیمش. عکسام بگیرید و بریم سر وقت آخر. کدو حلوایی و موز، کدو حلوایی که متاسفانه تو رژیم غذا ایرانی ها کدو حلوایی کمه، ولی خارجی ها خیلی زیاد دارن و این خوب نیست. ما یه چیزای خوب اونا رو بگیریم خیلی خوبه. کدو حلوایی خیلی از ما دوست نداریم، اما میشه با کلک زدن و یه چیزای اضافه کردن کدو حلوایی بچه همون بخورونیم که بزرگ شدن مثل من بعدشون نیاد کدو حلوایی. ما واقعا تخمشو دوست داریم. البته تخم کدو خیلی خوبه ها بچه‌ها. تخم کدو خام باشه خیلی خوبه جانم. بله سوال کنن یا حرف بزنن تا بریم سر وقت ششمی که آبه. سلام مجدد استاد. سلام. استاد من خواستم بگم، حالا من از مامانم سوال کردم، ولی گفت اون دوتا گروه های جدید خونی که کشف شدن اسمشون کل و دافیه. من یادم رفت بود اسمشون. میدونی چیه؟ میدونی برای چیه؟ نه. خب بعد فقط یه چیزی که خواستم بگم،
اکثرا کدو حلوایی دوست دارم، من خودم خیلی دوست دارم. خوش به حالت اونا که دوست دارن. من شاید چون خودم دوست ندارم فکر کنم بقیه هم دوست ندارم. میثم تو دوست داری؟ میثم میگه دوست دارم. آقا پس من فقط دوست ندارم. وای دوست دارم. خوش به حال شما که دوست دارید. دیگه چی راجان جان؟ هیچی، خیلی ممنون. قربونت برم. بعدی. رامی نبگو. سلام، صدای من میاد؟ شما دوست داری کدو حلوایی رامینا خانم؟ بله منم دوست دارم. بابا بس فقط من مثل که دوست ندارم وسط. آره. باشه خب. بله. خوش به حال. خب من گفتم درباره گروه ششم آب توضیح بدم. بله حتما توضیح بده. خب آب به ما یه سری کمک ها میکنه که اول سر ما باید بدونیم که آب دو سوم بدن ما رو تشکیل داده. بله. و اینکه باعث میشه که قد شدی اینترنت ضعیف. مریم رو بس کن دیگه تا بعد رومینا باز بیاد. مریم جان بگو. استاد ببخشید من خواستم درباره آب توضیح بدم. بگو تا رومینا نیومده. بگو. همینطور که گفت دو سوم از آب بدن ما آب تشکیل میده. حالا ما میخواستیم بگیم که آب از چه طریقی وارد بدن ما میشه و چطور از بدن ما دفع میشه. از طریق همین خوردن مستقیم و خوردن غذاهای آبدار مثل سوپ، حالا عدس و غیره. حالا چجوری دفع میشه؟ با عرق کردن این از بدن ما خارج میشه و با ادرار از بدن ما خارج میشه. بله مدفوع هم همینطور، اشک هم همینطور. بعضی ها هستن اشکشون در مشکشون دائم گریه میکنن، اونام هی آب از دست میدن. مدفوع هم بچه آب داره. حالا بعضی وقت مدفوع خیلی خشک آبش کمتره، بعضی وقت مدفوع شل آبش بیشتره. اونی که آبش بیشتر باشه میشه اسهال، اونی که خیلی کم باشه بوسد. سلام مجدد. خب ایشون یه سری چیزا رو گفتن ولی یه چیزی نگفتن. این آب در اطراف و درون سلول ها، خب این آب خیلی تاثیر داره، هم مایع میان بافتی هم آب میگن، درسته؟ کاملا صحیح، 90% آبه. بله. که میتونم توضیحشم بگم اگه بخواید؟ بگو چرا که نه. خب ما یه خون، یک مثلا اگه بخوایم یه چی بگم، اگر یه خون رو در نظر بگیریم و بغلش سلول، خب این مایع میان بافتی این وسط بینشون هستش که به وسیله این مایعه باعث میشه که این موادی که مثلا میخواد از خون به سلول برسه به سلولمون برسه. کاملا صحیح. دیگه چی؟ بله من قطع کنم میکروفونم. بغلش هم که گفتن دیگه. مرسی ایدم. ممنون، دست در نکنم. بله ادرار یکی از کاراش اینه که تنظیم دمای بدن انجام میده. بچه 90% خون، یکم کمتره، 90% پلاسمای خون، اینجوری بگم بهتره، 90% پلاسمای خون آبه. خود خون که تو فصل 13 براتون میگیم از پلاسما یعنی خون آب تشکیل شده و گلوبول ها. پلاسما 55%، این 45%. از این 55%، 90% فقط آبه، بعد پروتئینه 7%، بعد هورمونه، پادتنه. اما این آبی که بین سلول و خون ها، بین سلول و خون هستش، این آبه که بهش میگیم مایه میان بافتی، خیلی مهمه در انتقال مواد از خون به سلول یا از سلول به خون. یعنی مثلا اکسیژنی که توی خون هست، تو هموگلوبین خون هست یا تو گلوبول قرمز سواره، وقتی این اکسیژن میخواد بر اثر پدیده انتشار بیاد توی سلول، باید توی این آب قرار بگیره یا به اصطلاح حل بشه تا بتونه برسه به این. اگه این آب نباشه این هم منتقل نمیشه. یعنی کم آبی بیماری ایجاد میکنه، اول لخت میشی، خسته میشی، بعدش هم میمیری. چرا میگن طرف اگر مثلا چند دقیقه تنفس نکنه میمیره، چند روز آب نخوره میمیره، چند هفته غذا نخوره میمیره؟ ارزش آب و هوا اینه. اکسیژن خیلی نیاز داریم، چند دقیقه باعث مرگمون میشه. غذا آب چند روز بیشتر نخوریم باعث مرگمون میشه. کم آبی چیز کمی نیست. اصلا یکی از چیزایی که تو محرمزون برای بعضیا پیش میاد، آخراش ضعف میکنن، مریض میشن، کارشون به میراثا میره، کم بوده آبه.
آب درست نمیخورن موقع سحر و افطار، فقط بسنده میکنن به اون چایی که خورده و به اون غذایی که خورده. برای همین خیلی از خانواده هایی که واردن تو ماه رمضان میدونن چیه، سوپ رو یا یه نوع آشی رو به عنوان رژیم غذایی براشون میذارن، حالا یا سحر یا افطار، که آب بدن کم نشه. اما بعضیا برعکس اشتباه عمل میکنن، میان تا افطار میشه شکم خالی آب میخوره. آقا آب، تازه آب سرد بخوره که دیگه بدتر، یعنی ممکنه باعث سکته هم بشه این کارا، علاوه بر این که به کبدش داره آسیب میزنه، کبد ممکنه بیماری ایجاد بشه، کبد چرب به وجود بیاد، چون آب سرد برای کبد خوب نیست. خب قدیما هم میگفتن که آب یخ میخوره، میگه آخش چی؟ جیگرم خنک شد. آقا جیگرم خنک شد چیز خوبی نیست. الان دکترها میدونن که کبد نباید خیلی خنک بشه. معده هم که قشنگ این کبده، این معده است. حالا بعدا تو فصل بعد که میخوام بهتون بگیم، نیم تنه رو میارم بهتون نشون میدم اجزای بدنو، قشنگ میگم که کجا ما کجا قرار گرفتن. این کبده، این معده است. معده وقتی یخ میشه کبدم خنک میکنه. این معده است، اینجا قلبه. معده خنک بشه ممکنه قلبت هم خنک کنه و الی آخر. پس ما نمیتونیم اولا نمیتونیم بی رویه آب بخوریم، دو آب یخ نخورید، سه مخصوصا بعد از حمام یا بعد از ورزش های شدید آب یخ نخورید. خیلی از بچه ها مخصوصا پسر ها وقتی فوتبال بازی میکنن بعدش میان آب یخ میخورن. آب ولرم بخورید، آب لوله کشی بخورید، آب خنک یا خیلی سرد نخورید. هم برای گلوتون و ریه‌تون خوب نیست و هم برای کبدتون. ولی آب 8 لیوان در روز خیلی لازمه، خیلی لازمه، حالا به هر نحوی که میخواد وارد بدنت بشه. یعنی اینکه یا لیوان بنوش، آب بنوش، میوه آبدار بخور، نمیدونم خورشت بخور، سوپ بخور، حالا آخر آب داشته باشه دیگه، که اون 8 لیوانه رو جبران کنه. یعنی یه چیزی حدود فکر میکنم 2 لیتر آب ما نیاز داشته باشیم، 2-3 لیتر، دقیقش یادم نیست. هر لیوان 250 سی سی اگه باشه، 8 تا 250 سی سی میشه 2 لیتر دیگه، 2 لیتر بکنم کافی. خلاصه آب این کارهایی که بچه ها گفتن میکنه. 70% بدنتون آبه، این 2/3 وزن بدنتون. از راه آشامیدن وارد بدنتون میشه مستقیم یا غیر مستقیم توسط غذاها و میوه هایی که میخورید. از راه های مختلف ولی دفع میشه. عرق کنی یعنی آب داره دفع میشه با سموم بدنت. ادرار میکنی آب داره دفع میشه با سمی به نام اوره و نمک های بدن که اضافه است. مدفوع دفع میکنه موادی که زائدن داره دفع میشه با یه ذره آب که باید باشه. اگه اون آب نباشه مدفوع دفع نمیشه، بیماری یبوست به وجود میاد و بعد بیماری یبوست ممکنه بواسطه به وجود بیاره، یعنی هموروئید، چون سفت میخوای زور بزنی بیاریش بیرون. اون دریچه های معقدتو با فصل بعد براتون بگم. اشک چشمم خودش آب داره که چشماتو میشوره، شستشو میده. وقتی گریه میکنی از بینیت آب میاد، به خاطر اینکه اینجا این سوراخ، اینجا ازش اشک از اونجا میره تو حفره بینی که بینیت هم بشوره، سینوساتو تمیز کنه. یعنی بعد از گریه کردن وقتی فین میکنی کمک کردی به اینکه این سینوساتو شستشو بدی. یعنی گریه کردن خوبه، حالا زیادش نه، کمش، چون سیستم بدنتو میتونه قشنگ بشوره. برای اینکه بدنتون سالم باشه باید رژیم غذایی مناسب داشته باشید. نگی من اینو دوست دارم اونو دوست ندارم. آقا من اصلا گوشت نمیخورم، گوشت قرمز من دوست ندارم. بعضی هستن دیگه و این خوب نیست. ولی خب بعضی میگن ما کباب میخوریم ولی گوشت قرمز تو خورش نمیخوریم، حالا اشکال نداره. ولی مهم اینه که ما از هر کدوم از اون 6 گروه غذاها به مقدار کم بخوریم ولی افراط نکنیم. ویتامین ها رو با غذا به بدنمون برسونیم، نه با قرص و دارو. حرف این شرکت های دارویی رو گوش ندیم، چون اونا برای پول دار شدنشونه که این همه قرص های مختلف تولید میکنن و میفروشن. فقط افرادی که سنشون بالا هست و جذبشون کم شده اونها باید قرص مصرف کنن، نه سنهای پایین. بچه هایی که سنهای پایین هستین تا دکتر چیزی نگفته، هیچ وقت دارو، پروتئین، نه پروتئین که نه، قرص های پروتئینی، مکمل های غذایی
از این چیزا مصرف نکنید، نه اینکه پروتئین که گوشت و عدس اینا بخور. ورزش فراموش نشه خانوما، مخصوصا خانوما، ورزش اگه نکنید خیلی بیشتر از آقایون به پوکی استخون مبتلا میشید. یادتون نره ورزش بکنید، خیلی زیاد. نمیخواد حتما ورزش حرفه‌ای باشه اصلا، یه راهپیمایی تند هم خودش ورزش حساب میشه، ولی راهپیمایی آروم نه، میخوام بری مغازه خرید کنی دو ساعت اینجا وایسی بعد بری دو قدم جلوتر دو ساعت وایسی، نه، مدام حرکت تند 10 دقیقه تا 1 ربع. اینجوری میشه ورزشی که به درد استخونات میخوره، ورزشی که باعث میشه کلسیم جذب بدن بشه، پرش، تناب زدن، ورزش هایی که بالا پایین داره خیلی تو پوکی استخون به درد میخورن. درسته که ممکنه برای زانو خوب نباشه، به شرط اینکه ماهیچت ضعیف باشه یا وزنت زیاد باشه. آقا اینی که وزنتون زیاده کمش کنید، خانومایی که وزنتون زیاده لاغر شین، تا سن بلوغ هستید میتونید راحت لاغر شید، بعد از سن بلوغ دیگه لاغر شدن کار آسون نیست، مثل من پیر شید دیگه خیلی سخت میشه، واقعا سخت میشه. این شکم وقتی میاد بالا، حالا که شما نمیبینید تو تصویر خوشبختانه، میاد بالا دیگه پایین نمیره. خب بچه ها خسته نباشین، جلسه بعد میریم فصل 13 رو شروع میکنیم، دستگاه گوارش، دیگه میریم توی بدن و یه توضیحات کلی در مورد بدن میگیم و هی فیلم میبینیم که کمترم خسته بشید. تا جلسه بعد خدا نگهدار، سلامت. به به استاد سلام، قربان شما. بیا اینم به من بده.